جاری شدن سیلاب‌های مرگبار در ننگرهار، وقوع دو انفجار در ارزگان، آزمایش موشک کروز ضد کشتی توسط کره شمالی، ترامپ تیک تاک را ممنوع می کند، ایران از دستگیری فردی که سرگروه تندرو وابسته به آمریکا نامید خبر می دهد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. جان باختن 15 کودک و یک زن در پی جاری شدن سیلاب شدید در ننگرهار. منابع محلی در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در مربوطات ولسوالی کوسکنر این ولایت 16 نفر از جمله یک زن و 15 کودک جان باختند. با گزارش سپوتنیک، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی کندهار سخنگوی والی ننگرهار با تایید این خبر میگوید که شب گذشته جمعه 10 اسد در ساحه قلعتک ولسوالی کوسکنر به دنبال بارش شدید باران سیلاب جاری شده است. در پی جاری شدن سیلاب در این ولسوالی 4 کودک دیگر زخمی شدند. آقای خوگیانی همچنان میگوید که در منطقه یاد شده 10 باب مکتب و ملکیت های شخصی تخریب شده است. به گفته او، تمیم عارف سرپرست ولایت ننگرهار به ادارات مربوطه هدایت داده است تا تیم های نجات را برای کمک عاجل به ساحه آسیب بفرستند. همچنان به گفته او، جسد یکی از کودکان هنوز مفقود است و مسئولان دولتی و ریاست ولسوال کوسکنر در همکاری با مردم محل برای پیدا کردن جسد و نجات گیرماندگان تلاش دارند. وقوع دو انفجار در ارزگان، 5 کشته بر جا گذاشت. سخنگوی والی ارزگان اعلام کرده است که بر اثر وقوع دو رویداد انفجاری در این ولایت 5 غیر نظامی کشته شدند. زرکه عبادی میگوید این دو رویداد از دیروز جمعه 10 اسد به این سو در ولسوالی دیراوت و شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان رخ داده است. با گفته او، در رویداد نخست که در مسیر ولسوالی دهرادو ترینکوت رخ داد، 4 غیر نظامی سوار بر دو موتر سایکل هنگامی که از ولسوالی دهراوت برای تجدید لید میخواستند به شهر ترینکوت بیایند، در مسیر را با ماین کنار جاده برخورد کرده و کشته شدند. گفته شده است که در میان کشته شدگان 2 کودک نیز شاملند. طبق گفته های سخنگوی والی ارزگان، در رویداد دومی که حوالی ساعت 11 پیش از 6 امروز در استقامت شرق شهر ترینکوت رخ داده، یک غیر نظامی در حالی که مشغول جمع آوری حاصلات زراعتی بوده است با ماین کارگزاری شده برخورد کرده و کشته شده است. هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. سخنگوی والی ارزگان طالبان را عامل این رویداد معرفی کرده است. طالبان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان و حکومت 3 روز عید قربان را آتش‌بس اعلام کردند. انفجارهای ارزگان در ایام آتش‌بس رخ داده است. ایران از دستگیری فردی که سرکرده گروه تندرو وابسته به آمریکا نامید خبر داد. فردی به اتهام رهبری گروه موسوم به تندر در ایران دستگیر شده است. ایران این گروه را وابسته به آمریکا و انجمن پادشاهی ایران میداند. اخبار ساعت 14 تلویزیون ایران شنبه 1 اکتبر 2020 اعلام کرد که فردی را به علت آنچه سرکردگی گروه تندر وابسته به آمریکا نامید دستگیر کرده است. جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده، اما پیش از این رسانه های ایران گروه تندر را
به انفجار حسینیه رهبایان وصال شیراز که طی آن تعداد کشته و زخمی شدن متهم کرد. کره شمالی موشک کروز ضد کشتی آزمایش کرده است. رسانه های کره جنوبی امروز پنج شنبه گزارش دادند کره شمالی اوایل جون سال جاری میلادی به عنوان مانورهای تابستانه معمولش به یک موشک کروز ضد کشتی شلیک کرده است. خبرگزاری یونهاب به نقل از مقامات ارتش کره جنوبی گزارش داد که این موشک کشتی به کشتی در تاریخ 6 جون از یک کشتی کره شمالی در دریای ژاپن شلیک شد و مسافت کمتر از 100 کیلومتر را پیمود. 90 دقیقه این پرتاب تا هنوز مشخص نیست، اما این موشک پیش از 6 جون بارها توسط پیونگیانگ آزمایش شده است. خبرگزاری یونهاب به نقل از کیم جونگ راک سخنگوی ستاد ارتش کره جنوبی اعلام کرد: ما این را بخشی از مانورهای دریایی معمول کره شمالی میبینیم. ما با دقت تمامی اقدامات نظامی کره شمالی را تحت نظر داریم و حالت آماده باش جدی را حفظ میکنیم. ترامپ تیک تاک را در امریکا ممنوع میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است میخواهد اپلیکیشن چینی تیک تاک را در این کشور ممنوع کند. آقای ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران گفت به زودی فرمان اجرایی در این باره را امضا خواهد کرد. اقدام آقای ترامپ می تواند ضربه سنگین به شرکت بایدنز مالک چینایی این اپلیکیشن وارد کند. دونالد ترامپ از مدت ها پیش به دنبال آن بود تا این شرکت چینی را مجبور کند تا سهام خود را در تیک تاک به امریکا بفروشد. شرکت اصلی مالک تیک تاک در چین مستقر است و نگرانی های درباره به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با دولت چین یا سانسور ویدیوهای مطرح شده است. این شرکت اتهامات را رد می کند. تیک تاک اپلیکیشن شبکه های اجتماعی برای اشتراک ویدیو است که سریع ترین رشد را داشته است. آمار رسمی کاربران آن مشخص نیست، اما طبق گزارش ها بیش از 1 میلیارد بار سال گذشته دانلود شده است. این اپلیکیشن به کاربران امکان پست فیلم های 15 ثانیه را می دهد. این اپلیکیشن شهرت خود را مدیون کلیپ های نوجوانانی است که در این فیلم ها با ترانه های مشهور و محبوب لب می زنند و می رقصند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.